امروز با کاهش 212 تومانی نرخ دلار دولتی و رسیدن قیمت به همون 4200 تومانی که آقای جهانگیری در ابتدا اعلام کرده بود، تا اندازه‌ای بازار ارز و سکه و طلا یک حالت عادی به خودشون گرفتن و از اون التهابات روزهای گذشته خبری نبود. امروز صرافی‌ها مشغول کار شدن، اگرچه میدان همچنان دست دلال‌ها بود. قیمت دلار هم در حول و حوش 9200 تومان میگشت و قیمت سکه هم در حول و حوش 3,500,000 تومان. اما امروز اتفاق دیگری در مجلس افتاد که بسیار اهمیت داره برای فعالان اقتصادی، آنهایی که در حوزه کسب و کار مشغول هستند، مشغول داد و ستد هستند، و اون هم تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک با اکثریت قریب به اتفاق بوده. با تصویب این کلیات قانون چک تغییر خواهد پیدا خواهد کرد و از این پس گیرنده چک احساس امنیت بیشتری میکنه و به جای بگیر و ببند و به جای رفتن به دادگاه های مختلف فقط به اداره ثبت مراجعه میکنن و اموال بدهکار رو معرفی میکنن. با توقیف اون اموال طلبکار یا دارنده چک به مطالبات خودش میرسه. اما دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی که دیروز صحبتهایی در مورد سخنانش با مردم بوده و در برنامه تلویزیونی مستقیما صحبت کرده بود و تغییرات زیادی رو در زمینه ارز و سکه و طلا و اینها اعلام کرده بود، امروز هم اظهاراتی داشت که قابل توجه است. امروز آقای دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت مسئولان و مردم به هر دو تکیه کرده، هم مسئولان رو حمایتشون میخواد و هم مردم رو، برای تثبیت بازار ارز و سکه و اصلاح سیستم بانکی رو ایشون مهمترین رسالت خود در بانک مرکزی اعلام کردن. ما با نظر آقای دکتر همتی موافق هستیم که باید سیستم بانکی کشور اصلاح بشه و برای همین هم در تیتر اول امروز روزنامه آسیا رو به نظارت حوزه مقفول بانک ها اختصاص دادیم و به اون پرداختیم. به همین منظور هم امروز از آقای دکتر علیرضا شیر محمدی عضو ارشد شورای سیاستگذاری روزنامه آسیا و نایب رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تقاضا کردیم که در این زمینه داد سخن بدن. حرفای ایشون رو با دقت گوش بکنید و مسائلی که ایشون در مورد سیستم بانکی مطرح میکنن مسائلی است بسیار با اهمیت. امیدواریم هم مسئولان هم مردم به این سخنان توجه بکنند. یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه شاهد اون هستیم و حتی موجب شد که در روز گذشته رهبری معظم انقلاب مأموریتی رو به دولت در این خصوص واگذار بکنن، رشد نقدینگی هست. رشد نقدینگی در جامعه ما دلایل متعددی رو داره، اما از دید ما مهمترین این دلایل ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی هست که به منظور رونق تولید در کشور ما صورت گرفته که اصولاً کار بسیار پرفایده ای هست. اما اینکه پرداخت این تسهیلات موجب رشد نقدینگی در جامعه ما شده، میتونیم بگیم که دلایل متعددی رو داره. یکی از مهمترین اون دلایل در حقیقت انحراف این تسهیلات و عدم بکارگیری صحیح اون تسهیلات در طرح‌های سرمایه گذاری و یا سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی هست. و دلیل دوم این انحراف میتونیم بگیم که عوارضی هست که در بنگاه‌های اقتصادی وجود داره و نتونسته با بهره‌وری بالا این تسهیلات بانکی رو برای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال به کار بگیره. در حالت اول که عدم بکارگیری تسهیلات در بنگاه‌های اقتصادی هست، میتونیم بگیم که ناشی از ضعف بانک‌ها در حوزه نظارت هست. اگرچه بر اساس قانون
مجلس شورای اسلامی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در 10 سال پیش تأسیس شد و مسئولیت تهیه طرح‌های امکان سنجی و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات رو به عهده گرفت، اما از بین صدها هزار طرحی که در طول 10 سال گذشته در کشور اجرا شده، شاید میتونیم بگیم کمتر از 4000 طرح به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برای ارزیابی طرح و همچنین مجریان اون واگذار شده. طبیعتاً در کشور ما فرایندهای اشتباهی رو در موضوعات مختلف شاهد هستیم. به عنوان مثال در پذیرش دانش آموزان در دانشگاه‌های سراسری شاهد هستیم که سختگیری‌های زیادی رو در خصوص پذیرش داریم در قالب یک فرایند پیچیده مانند کنکور، و یا در حوزه استخدام پرسنل در بنگاه‌های خصوصی و یا در سازمان‌های دولتی مصاحبه‌های چند مرحله‌ای و یا آزمون‌های کتبی و شفاهی رو داریم، اما بعد از پذیرفته شدن دانش آموزان در دانشگاه‌ها و یا استخدام پرسنل در سازمان‌های دولتی و یا بنگاه‌های اقتصادی، کمتر ما به ارزیابی این منابع انسانی و یا دانش آموزان خودمون در دانشگاه‌ها می‌پردازیم. در بانک‌ها هم وضعیت دقیقاً به همین منوال هست. با این توضیح که ما سختگیری می‌کنیم برای پرداخت تسهیلات بانکی، اما بعد از پرداخت تسهیلات بانکی نظارت خوبی رو بر بکارگیری این تسهیلات در بنگاه‌های اقتصادی نداریم. در حال حاضر یکی از ریشه های رشد نقدینگی و اینکه این نقدینگی به سمت موضوعاتی غیر از بنگاه های اقتصادی حرکت کرده، میتونیم بگیم عدم نظارت صحیح بانک ها بر بکارگیری این تسهیلات هست. اما اگر بانک ها خودشون بخوان این نظارت رو در کشور به عهده بگیرن، به عنوان مثال در سال 1395 بالغ بر 16000 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های اقتصادی برای توسعه اشتغال پرداخت شد از سوی بانک ها، اما این در حقیقت از ساختار بانک ها و از توانمندی بانک ها خارج هست و باید این وظیفه مانند سایر کشورها به بخش خصوصی و نهادهایی که به همین منظور تشکیل شدن واگذار بشه، تا این اطمینان به دست بیاد که حتما تسهیلات در جای خودش مورد استفاده قرار میگیره. لذا توصیه ما و پیشنهاد ما به منابع پولی کشور که عمدتاً مسئولیت تأمین مالی پروژه های کشور رو بر عهده دارن در حال حاضر، و امیدوار هستیم در آینده تنوع بیشتری رو در این حوزه داشته باشیم، که از ظرفیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در حوزه نظارت استفاده بکنن. این موضوع میتونه اطمینان لازم رو به منابع پولی کشور بده که حتما تسهیلات در بنگاه های اقتصادی و بر اساس طرح‌های امکان سنجی که قبلا تهیه شده و همچنین طرح‌های تجاری که بر اساس اون این تسهیلات گرفته شده مورد استفاده قرار میگیره، و با این روش ما میتونیم افزایش بدیم سرعت گردش پول رو در جامعه و جلوگیری بکنیم از رشد نقدینگی و مانند مدل‌های استانداردی که در دنیا وجود داره. تمامی بانک ها تا پایان بازپرداخت تسهیلات این نظارت کافی رو بر عملکرد بنگاه های اقتصادی دارن و جلوگیری میکنن از انحراف. لذا توصیه اکید ما به منابع بانکی با توجه به مأموریتی که رهبری معظم هم به دولت واگذار کردن این هستش که به سرعت این وظیفه نظارت در بکارگیری این تسهیلات به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که بالغ بر 2000 نیروی کارشناسی در سراسر کشور داره و بیش از 200 مشاور حقوقی در این کانون حضور هستند و همچنین بر اساس قانون مجلس شکل گرفته، این مسئولیت واگذار بشه. این فعالیت از فردا قابل اجرا هستش و میتونه این تضمین لازم رو به منابع بانکی برای بازپرداخت تسهیلات و جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی بده. متشکرم.